آلودگی هوا در برخی نقاط کشور در روزهای گذشته به اوج رسیده و کمیته اضطرار و آلودگی هوا در شهرهای مختلف از جمله تهران تصمیم به غیر حضوری برگزار شدن مدارس به ویژه در مقطع دبستان کردند. در سالهای پیش از کرونا هرگاه آلودگی هوا به اوج می رسید، مدارس تعطیل و آموزش عملاً متوقف می شد. اما در سالهای همه‌گیری کرونا، آموزش و پرورش ایران یک همراه جدید را در مسیر آموزش تجربه کرد. همراهی که مسئولان آموزش و پرورش در آن سالها نام شاد را برای آن انتخاب کردند. شاد طی دو سال اوج کرونا نقشی محوری در آموزش دانش آموزان داشت، ولی با حضوری شدن مدارس ظاهراً تب و تاب توجه دائمی به این نرم افزار از جهت توسعه و حتی پهنای باند مورد نیاز آن کاهش پیدا کرد. این مسئله طی چند روز گذشته و با افزایش استفاده کاربران همزمان غیر حضوری شدن مدارس بیشتر نمود پیدا کرده و خانواده هایی که بعضن به دلیل شاغل بودن مجبورن فرزندشان را با شاد تنها بگذارند از قطعی گاه و بیگاه و کندی سرعت این شبکه گلایه دارند. کندی و قطع شدن شبکه شاد در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و تبریز که درگیر آلودگی ها هستند، تقریبا آموزش غیر حضوری را به شکل تعطیل و یا نیمه تعطیل درآورده است. برخی معتقدند که سرمایه گذاری آموزش و پرورش بر روی برنامه شاد پس از دوران کرونا تنها در حد یک برنامه مکمل باقی مانده و دیگر نگاه محوری در بحث آموزش به این نرم افزار وجود ندارد. همین مسئله نیز باعث شد که شاد این روزها با مشکلات فنی مختلفی دست و پنجه نرم کند. عدم توسعه این شبکه برای نسخه اختصاصی ویندوز و گوشی‌های برند آیفون نیز چالشی است که هنوز رفع نشده و با هر بار تعطیلی مدارس خانواده‌ها را با چالش فراهم کردن گوشی برای آموزش غیر حضوری فرزندانشان مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد قرار دادن شاد در اولویت اول آموزش و پرورش به ویژه با توجه به تجربه مهم کشور در زمینه آموزش غیر حضوری هم می‌تواند باری از دوش آموزش و پرورش بردارد و هم زمینه آرامش دانش آموزان و خانواده‌های آنان را فراهم کند.